با سلام و درود بینندگان و شنوندگان عزیز، امین سلام، وزیر اقتصاد دولت لبنان در واشنگتن مهمون ما هست. با اون در مورد وضعیت کشور و وضعیت منطقه صحبت میکنیم. مینیستر سلام، thank you so much coming here talking to us, Voice of America. آقای وزیر، از حضور شما در استودیو و گفتگوی شما با بخش فارسی صدای آمریکا سپاسگزارم. وقتی به اولین پرسشم از شما فکر میکردم برام سخت بود اون رو چطور مطرح کنم، چون میخواستم اول بپرسم وضعیت لبنان چطوره، ولی خارج از عملیات نظامی که در جریان حدود 2 سال پیش انفجار مهیبی در کشور روی داد، بعد از آن اقتصاد به شکل گسترده‌ای ضعیف شد. در نتیجه میخوام بپرسم وضعیت لبنان چگونه است؟ درست میگویید. متاسفانه همانطور که شما میدانید، لبنان درگیر شماری از فجایع یکی پس از دیگری بوده است. جهان هنوز از کووید خلاص نشده بود و لبنان هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی از ناحیه کووید 19 خیلی آسیب دیده بود. کمی بعد ما شاهد فروپاشی اقتصادی در لبنان بودیم. در میان این بحران اقتصادی شاهد شماری از تنش‌های سیاسی بودیم که با شماری انفجار سنگین در بندر بیروت همراه شد که هم نیمی از شهر را از بین برد و هم حدود 220 تن را کشت. آن هم یک ضربه سنگین جدی به کشور و اقتصاد و شهر و قلب لبنان یعنی بیروت بود که شرایط را حتی سخت‌تر کرد. در حالی که داشتیم به سختی خود را از آن چالش‌ها بیرون می‌آوردیم، شاهد از بین رفتن اقتصاد بودیم. اوایل سال 2023 ما به تدریج تلاش داشتیم اقتصاد را بهتر کنیم و با صندوق جهانی پول و بانک جهانی در چند پروژه مختلف همکاری داشتیم تا شرایط را بهتر کرده و لبنان را در مسیر اصلاح و ترمیم قرار دهیم. آخرین چیزی که انتظارش را داشتیم یک جنگ تمام عیار بود. یک سال پیش و در حالی که انتظار بهبود داشتیم تا بخش‌های اقتصادی تقویت شوند، جنگ غزه شروع شد و روی لبنان اوایل غیر مستقیم تأثیر گذاشت، ولی الان چند هفته است که این جنگ به طور کامل متوجه لبنان شده و زیرساخت‌ها، مجتمع‌های مسکونی و بخش‌های کشاورزی و مراکز گردشگری و تمامی عوامل اصلی اقتصادی آن آسیب دیدند. در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر بی خانمان شدند. اقتصاد به طور کامل فلج شده و با کشوری روبرو هستیم که در محاصره کامل و جنگ قرار دارد. چالش ها یکی پس از دیگری آمدند و این دولت تلاش کرده از یک مورد اضطراری به مورد اضطراری بعدی برسد. در حال حاضر تمرکز ما بر نقشه اضطراری است تا هم به وضعیت آنهایی که بی خانمان شدند و به نیازهای کشور برسیم. پیام اصلی که تلاش داریم در واشنگتن مطرح کنیم، درخواست بزرگی برای یک آتش بس فوری است تا بتوانیم کمی نفس کشیده و اصلاح و بازسازی را شروع کنیم. It's very hard to see the issues from آقای وزیر، مسائل و مشکلات وقتی از درون و بیرون به اون نگاه میشه خیلی با هم فرق دارن، ولی بذارین در مورد چیزی بپرسم که در مورد اون زیاد میشنویم. حزب الله لبنان یکی از عواملیه که باعث پیچیده شدن اوضاع در اون منطقه حتی برای دولت لبنانه. آیا فکر میکنی این فرصتی باشه که بتونید تمامی کشور رو و با حضور تمامی عوامل کنار هم بیارین و فعالیت کنین؟ حقیقت تلخی است که من صادقانه پیشتر هم گفتم. در 3 تا 4 دهه گذشته به لحاظ جهانی تصمیم گرفته شده که ارتش لبنان یک نیروی قدرتمند نباشد. این مشکل باعث شد گروه‌های سیاسی به سمت تشکیل دسته‌های نظامی بروند و جای نیروهای نظامی را بگیرند که در این مورد حزب الله چنین کاری کرد. برای همین است که دولت مرکزی در 3 دهه گذشته با یک دوراهی روبرو شده. چون قدرت وارد شدن به جنگ یا برقراری صلح در دست دولت نیست و چنین تصمیم‌هایی را حزب الله می‌گیرد. چون هم قدرتمندتر شدند، هم به لحاظ استراتژیکی و به ویژه در مرز با اسرائیل نسبت به ارتش لبنان وضعیت بهتری پیدا کردند. پیام ما همیشه این بوده که برای تغییر این معادله اول از همه باید ارتش لبنان را تقویت کنید. برای همین الان پیام ما به جامعه جهانی این است که برای وضعیتی بهتر و تبدیل حزب الله به یک حزب سیاسی و نه حضور آنها به عنوان یک عنصر نظامی، باید ارتش لبنان را تقویت کرد. باید توانایی‌های بهتر و کنترل مرزی و تمرین و تجهیز و بودجه دریافت کند تا ارتش لبنان بتواند تمامی مرزها را کنترل کرده و عاملی برای آینده صلح باشد.
تا همین الان و امروز هم متاسفانه دولت با یک دوراهی روبروست. با حضور حزب الله به عنوان بخشی از نظام سیاسی، ما خواهان اجرای آتش‌بس 17-1 هستیم. خواهان آتش‌بس و روند دسترسی به صلح هستیم. این هنوز قابل اجرا نیست، چون حزب الله فارغ از اینکه دولت چه بگوید، کار خودش را تحت آن چتری که اسمش را مقاومت در برابر اسرائیل گذاشتند می‌کند. این بزرگترین دوراهی در حال حاضر در کشور است و تلاش سختی در جریان است تا آن معادل را عوض کنیم. کار راحتی نیست و خیلی از فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک روی آن متمرکز شده است. به جایی رسیدیم که به نظرم مهمترین چیزیه که میخوام با شما در مورد اون صحبت کنم و اون نقش جمهوری اسلامی در وقایع لبنانه. از زمان مجمع عمومی سازمان ملل، من پیامی که رئیس جمهوری اسلامی ایران داد را خواندم. این پیام خیلی واضح و کلمه به کلمه مشخص بود که میگوید لبنان به کمک نیاز دارد. او به صراحت گفت حزب الله به تنهایی نمیتواند با اسرائیل بجنگد و پیشنهاد کرد شاید نیاز به ائتلافی از کشورهای عربی باشد که به حزب الله کمک کنند. این پیام خیلی مشخصی بود. و بعد پیام‌هایی در آن بود به آمریکا و به جامعه جهانی که پیامش مبنی بر صلح و همکاری اقتصادی بود. مشخص بود او به دنبال راه حل است و نه درگیری. از دیدگاه من و از دیدگاه خیلی از سیاستمداران در لبنان و حتی جامعه شیعیان در لبنان، چه عضو حزب الله باشند یا نه، که همواره فکر می‌کردند آنها پیرو سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند، احساس کردند که به حال خود رها شده‌اند. درک آنها این بود که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد وارد جنگ شود و در نتیجه حزب الله خودش باید تصمیم بگیرد تا با دولت لبنان مذاکره کرده و پیامی مشخص بدهد. حتی اگر نیاز به فداکاری باشد که بگویند ما می‌خواهیم لبنان در صلح باشد و خواهان جنگ نیستیم. کشورهای عربی این پیام را خیلی واضح و مشخص فهمیدند. بعد از آن بود که آغوش باز خیلی از کشورهای عربی را شاهد بودیم. حتی کشورهایی که در حدود یک دهه گذشته رابطه سردی با لبنان داشتند، چون فهمیدند این کشور کوچک عربی که حدود 5 میلیون شهروند دارد، نیاز دارد که از سوی کشورهای عربی همسایه مورد حمایت قرار گیرد. چون جمهوری اسلامی چه مستقیم و چه غیر مستقیم گفت من اولویت‌های دیگری دارم و من دنبال صلح و کامیابی برای ایران و دیگر کشورهای منطقه هستم. لبنان این را دریافت که باید به عنوان کشوری عربی از سوی چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی‌های خودش باید مورد حمایت ائتلافی از کشورهای عربی منطقه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار گیرد تا بتواند به شرایط بهتری وارد شود. شما به پیام رئیس جمهوری اسلامی اشاره کردین. پرسش من از شما اینه که اگر این پیامی صادقانه برای بهبود اوضاع باشه، آیا نباید کمک و انتقال و پول به دولت لبنان رو به جای حزب الله در دستور کارشون قرار بدن؟ این یک پرسش خیلی جدی است. چیزی که ما شاهد بودیم این است که خیلی از سیاستمداران ارشد جمهوری اسلامی به لبنان می آیند. پیام این دیدارها برای انتقال حمایت از مردم لبنان و لبنان در این روزهای سخت بود و البته پیام آنها به مقاومت که می شود حزب الله. ولی وقتی رفتند چیزی هم برای ما باقی نگذاشتند. برای همین این دیدارها و این پیام‌ها نشانه ای از حمایت بود، ولی کمک واقعی در کشور دیده نشد. این را به عنوان بخشی از این دولت میگویم که در کشور فعالیت کرده و با خیلی از گروه‌ها و کشورها از آمریکا گرفته تا اروپا تا کشورهای عربی در تماس هستم و خودم شخصا در فرودگاه حاضر شده و کمک کشورهای دیگر را دریافت می‌کنم، ولی هنوز هیچ کمک مستقیمی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای مردم لبنان دریافت نکرده‌ایم. در خیابان‌های لبنان هم بحث همین دوراهی مطرح است. آیا جمهوری اسلامی برای مردم لبنان یا برای گروه خاصی مانند حزب الله و دیگر گروه‌هایی که جمهوری اسلامی حمایت می‌کند چیزی فرستاده یا نه و در آینده چه خواهد شد؟ ولی می‌توانم بگویم تمامی گروه‌ها یا اکوسیستم‌های حزب الله با حس ناامیدی و اینکه رها شده‌اند روبرو هستند. فکر می‌کنند دیگر کنار گذاشته شده‌اند. الان کاری که ما می‌کنیم این است که به عنوان برادران و خواهران لبنانی به همه بگوییم آنها برادران ما در کشور هستند. اگر شما شیعه هستید، با من که ممکن است سنی یا مسیحی یا
بیشتر روزی باشم فرقی ندارید. ما به آنها میگوییم شما شریک ما و بخشی از این کشور هستید. بازیگر بزرگی در جمعیت و اقتصاد به ویژه در جنوب لبنان هستید و همچنین بخشی از نیروی کار هستید. آن نیروی کار آنها حدود 35% از اقتصاد لبنان است. ما باید با هم همکاری کرده و این کشور را بازسازی کنیم و هدفمان لبنان باشد. باید جمهوری اسلامی و تمامی دیگر کشورها را کنار گذاشته و با هم به عنوان یک کشور عربی کار کنیم که حالا تلاش دارد بودجه دریافت کند و کشور را بازسازی کند. شرایط در حال حاضر خیلی فرق کرده است. حالا اولین کسی که بگوید میخواهم لبنان را نجات دهم، پیام مهمی خواهند داد که حاکی از این است که میخواهند از لبنان حمایت کنند. در حال حاضر از بیشتر کشورهای عربی این را دیده ایم. کنفرانس بزرگ همین روزهای پیش در پاریس برگزار شد و حدود 1 میلیارد دلار جمع‌آوری شد که شامل کمک بشردوستانه می شود. همچنین کمکی در حدود 200 میلیون دلار به طور مستقیم به لبنان پرداخت شد که نشان از حمایت دولت لبنان در فاز جدید است. مستر سلام، as you mentioned in the beginning, Lebanon is going through such a hard time in last. همونطوری که در ابتدا هم گفتیم، لبنان در 2-3 سال گذشته شرایط خیلی سختی رو شاهد بوده. بر شاهد بودیم که مقادیر زیادی پول نقد پیدا کردن. شاهد بودیم تونل هایی برای انتقال از مرز داشتن. آیا فکر میکنین این حزب الله کمانکان گروهیه که میتوان از اون دعوت کرد به جای ائتلاف با جمهوری اسلامی با لبنان همراهی کنه؟ در جریان خبرهایی که از حمله اسرائیل آمد، گفته شد که مکانهای مالی حزب الله در زیر زمین هدف قرار گرفته است. مشخص بود نقشه های زیادی وجود دارد که آنلاین هم همرسان شد که بخش های مشخصی در زیر زمین را نشان میداد که هیچ کس هم از آنها خبر نداشت. همین خودش خیلی شوک آور است، چون با دیدن این نقشه ها به خود میگویید چه کسی به حزب الله خیانت کرده و این نقشه ها را بیرون داده. این یک پرسش بزرگ در مورد حزب الله و نفوذی است که در آنها انجام شده. ولی بحث اصلی اینجاست که این تخریبی که به سمت این زیرساخت ها و مراکز گرفته شده، آیا واقعا نشان داده که پول نقد آنجا بوده؟ چون میگویند حدود 500,000 دلار پول نقد پیدا کردند ولی بعد ناگهان ناپدید شد. این جنگ حدود 1 سال پیش شروع شد و ما فکر میکنیم اگر واقعا حزب الله این پول نقد رو در زیر زمین مخفی کرده باشد، بعد هم آن را منتقل کرده باشند، خودش یک ضربه بزرگی است. چون این بودجه صرف فعالیت‌های حزب الله و نیروهای کاری مرتبط با آنها حتی در بخش خصوصی بوده و متعلق به جامعه شیعیان لبنان و نیروی کاری آنها بوده است. پس از هر نظر یک فاجعه است، هم برای حزب الله هم برای جامعه شیعه لبنان که این همه پول آنها به واقع ناپدید شده باشد. How hard is it to align the Shia? چقدر امکان پذیره که بشه جامعه شیعه لبنان رو از ائتلاف با حزب الله جدا کرده و به جامعه مدنی لبنان برگردونیم؟ این رو از این لحاظ میپرسم که مشخصه که نوعی ناامیدی حتی در صحبت شما با وقتی از دوراهی حرف میزنیم وجود داره، چون حزب الله به پارلمان لبنان نمیاد تا بگه ما در مورد جنگ و اقدام نظامی بیان رأی گیری کنیم. اونها هماهنگی خودشون رو با جمهوری اسلامی انجام میدن و بعد شما و بقیه دولت به چیزی کشیده میشین که کار خاصی هم در مورد اون نمیتونین بکنین. چطور میشه این شرایط رو به شکلی تغییر داد که در خدمت مردم و دولت لبنان باشه؟ به نظرم در مقطعی تاریخی به سر میبریم که تمامی کشورهای بزرگ مشغول حفاظت از منافع خودشان هستند. وقتی بحث از خاورمیانه جدید میشود، پتانسیل زیادی برای جا دارد، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ مرزی، چه به لحاظ تغییر سیاسی. ما حس میکنیم تغییری برای منطقه در راه است و حس میکنیم لبنان به خیلی از درگیری های آن کشورهای بزرگ کشیده شد. من اسمش را جهانی سازی مناقشه در لبنان مینامم. به نظرم الان و این آرزو رو دارم که بیشتر مردم لبنان از جمله شیعیان لبنان و همچنین حزب الله به این تشخیص برسند که لبنان به عنوان یک کشور دیگر نمیتواند برنامه‌های دیگری را که در خدمت لبنان نباشد دنبال کند، چه برنامه جمهوری اسلامی باشد یا دیگران. چون همیشه این بحث مطرح است که برنامه جمهوری اسلامی یا برنامه کشورهای عربی و یا برنامه آمریکا و فرانسه در حال دنبال شدن است. بحث اصلی این است که لبنان در حال حاضر بتواند در معامله نوین خاورمیانه بهترین معامله را دریافت کند، چون لبنان کشوری است که تحمل جنگ ندارد و نمیتواند پذیرای جنگی سیاسی یا اجتماعی باشد. ما در شرایط بسیار بدی در حال حاضر به سر میبریم، پس باید حزب الله فداکاری کرده و بگوید ما به برنامه خود در مقاومت ادامه دادیم ولی دیگر نمیتوانیم بدون برقراری آتش‌بس فوری و دریافت کمک ادامه دهیم. در غیر این صورت لبنان را به عصر تاریکی برمیگرداند.
هستند. من تقصیر را متوجه هر دو طرف می‌کنم، چون اسرائیل هم متعهد به هیچ آتش‌بسی نیست و حسن نیت هم نشان نمی‌دهد. حتی همین اواخر دولت لبنان یک تصمیم استراتژیک گرفت که با نوعی تفاهم میان رئیس پارلمان که نزدیک به حزب الله است با نخست وزیر برقرار کنند که گفتند می‌خواهند آتش‌بس شده و قطعنامه 17-01 اجرا شود. ولی طرف اسرائیلی در کمتر از 5 ساعت بمباران‌هایی در بیروت و دیگر شهرها انجام داد و صدها غیر نظامی کشته شدند. در حال حاضر در حال فشار بر آمریکا و قطر هستیم تا بتوانیم آتش‌بس واقعی برقرار کنیم تا حزب الله و دیگر گروه‌ها دست از اجرای هر گونه برنامه کشورهای خارجی بردارند. باید به فکر شرایط باشند، چون الان این مردم هستند که دارند این هزینه را می‌پردازند. از 1 میلیون نفری که در لبنان بی‌خانمان شدند، 80% آنها خانواده و فرزندان جامعه شیعه لبنان هستند که به حزب الله و دیگر گروه ها تعلق دارند. خانه و روستای آنها از بین رفته و فکر نمی کنم هیچ کسی بخواهد شاهد سختی بیشتر و شرایط بدتر برای آنها باشد. بامبد بیروت، بامبد نیومرس سیتیز. I have to jump in. من اینجا باید چیز را آقای وزیر اضافه کنم. گفتید اسرائیل حمله میکنه و اینو باید اضافه کرد که حزب الله هم حمله میکنه. اونها حتی مسئولیت حمله پهپادی به اقامتگاه نخست وزیر اسرائیل برای کشتن او و همسرش رو هم برعهده گرفتن. هنوز گروگان‌های اسرائیلی زیادی گرفتار هستند و حزب الله هم حملات خودش رو متوقف نکرده. همانطور که گفتم هر دو طرف آن را انجام می‌دهند، چون اگر حزب الله متوقف نکند اسرائیلی‌ها هم این را از این نظر گفتم که شما گفتین اسرائیل آتش بس را نمی‌پذیره و خواستم بگم حزب الله هم متوقف نکرده. بله، از سوی هر دو طرف در جریان است، ولی سعی دارم بگویم ما تلاش داریم راهی برای دولت لبنان باز کنیم تا دستاوردی داشته باشد. این دستاورد موفق نبود. حتی در مذاکرات بین دولت لبنان با حزب الله هم جواب نداد. آنها یک حزب سیاسی هستند که در پارلمان و دولت حضور دارند. ولی ما تلاش کردیم که به جامعه جهانی بگوییم راهی هست که اسرائیل هم با توقف بمباران میتواند آن را دنبال کند. ولی اسرائیل این فرصت را به ما برای مذاکره با حزب الله و برای توقف حملات آنها نداد، چون آنها طرف دیگر درگیری هستند که ما باید با آنها هم مذاکره کنیم. بعد آنها به دولت گفتند چون اسرائیل بمباران را متوقف نکرده، ما هم نمیتوانیم حمله خود را متوقف کنیم. باز هم تمامی لبنان گرفتار شد و به آنها توجیهی داد که کارشان را ادامه دهند. این یک دوراهی خیلی مهم و سخت در لبنان است و نیاز به حمایت جدی خارجی برای انجام کار و دسترسی به آتش بس است. Minister Salam, it's been said Hezbollah is the biggest or largest or more strongest. آقای وزیر گفته میشه حزب الله بزرگترین و قدرتمندترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامیه. سپاه قدس در اونجا خیلی فعال. اسماعیل قاهانی فرمانده سپاه قدس گفته شده در لبنان حضور داشته. اگه اینا درست باشه، آیا دولت لبنان کاری از دستش برمیاد که انجام بده، حتی در این که بدونن اینها در لبنان حضور دارن یا نه؟ I can assure you that the Lebanese government has zero knowledge. من به شما اطمینان می‌دهم دولت لبنان هیچ اطلاعی در مورد عملیات حزب الله ندارد، چون همه می‌دانند حزب الله گروهی است که سر خود عمل می‌کند و با دولت همکاری ندارد، به ویژه در حوزه‌های استراتژیک و نظامی. آنها با دولت در حوزه‌های سیاست و اقتصاد کار می‌کنند، ولی وقتی بحث فعالیت نظامی می‌شود، دولت هیچ اطلاعی در این مورد ندارد. این چیزی است که باعث نگرانی است، ولی فکر کنم در این مقطع خیلی چیزها روی داده و خیلی خسارت‌ها وارد شده. برای همین ما می‌گوییم حالا وقت بازسازی و جلوگیری از خسارات بیشتر است. باید همه سر میز بنشینیم و حزب الله بگوید من از سمت خودم درگیری را خاتمه می‌دهم و شما به عنوان دولت لبنان بروید و جلوی خارج شدن شرایط از حالت عادی را بگیرید تا ما بتوانیم به یک نتیجه برسیم. ولی ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم و این بزرگترین نگرانی من است که هنوز به آنجا نرسیده ایم. As you know, there are UNIFIL. همونطور که می‌دونید نیروهای حافظ صلح سازمان ملل موسوم به UNIFIL در مرز حضور دارند. شما به ضعیف بودن ارتش لبنان اشاره کردین. پس غیر از مذاکره ابزار قدرتمندی برای توقف شرایط در اختیار ندارین. Well, the UNIFIL is playing a major role now. یونیفیل نقش خیلی بزرگی بر عهده دارد و شاهد بودیم در هفته‌های گذشته نیروهای اسرائیلی تلاش کردند یونیفیل را عقب برانند و حتی شماری از نیروهای آنها که در مرز هستند کشته شدند. از دولت اسرائیل این درخواست مطرح شد که نیروهای یونیفیل از منطقه خارج شوند.
اگر چنین شود، هرج و مرج و فاجعه خواهد بود. یونیفیل کارش حفاظت مرزی و منطقه آبی است و اگر خارج شوند، منطقه باز برای جنگ بین اسرائیل و لبنان و بدون هیچ گونه مرزی شکل می‌گیرد. نیروهای اسرائیلی حمله زمینی خواهند داشت، بعد حزب الله به آنها پاسخ خواهد داد. جنگ غزه که از اکتبر پارسال شروع شد، حالا یک سال از آن گذشته و این خطر وجود دارد که اگر یونیفیل از مرز خارج شود، لبنان به جنگی برای 3 تا 5 سال وارد شود. ولی چون این چیزی ویرانگر خواهد بود، هم برای لبنان، هم برای اسرائیل. برای همین می‌دانیم چون این مسیری نخواهند رفت. ولی نقش و حمایت ارتش لبنان امکان پذیر و قابل اجراست اگر تمامی کشورها آن را بخواهند. چون ارتش لبنان به رغم اینکه در این چند دهه ضعیف شده، ولی آمادگی کامل دارد. هزاران نیرو جذب کردند و می‌توانند سریع فعالیت کنند. ولی ما به حمایت مالی و کنترل مرزی از سوی کشورهای بزرگ مانند آمریکا یا برخی از کشورهای اروپایی، برای مثال بریتانیا، نیاز داریم تا در حوزه مرزی و امنیت آن کمک کنند. یه چیزی رو میخواستم بپرسم که شما بهترین گزینه برای پاسخ دادن به اون هستین. اگر جمهوری اسلامی اونطور که گفته میشه پول نقد و تسلیحات و حمایت‌های دیگه به حزب الله میفرسته، چطوری این کار اجرا میکنن؟ آیا نظام بانکی جدایی دارن یا گذرگاه مرزی خاص؟ بله، همواره مشخص بود چون حزب الله نظام مالی خودش را درست کرد که همان قرض الحسن است و پول به آن از سوی خیلی جاهای متفاوتی میآمد. مرزهایی هم هست که کاملا باز است و میتوانن پول نقد را وارد کشور کنند. مرز هوایی هم باز است و هر پروازی مستقیم از سوی ایران به لبنان میتواند انجام شود. پس راههایی برای انتقال پول به لبنان داشتند. ولی به لحاظ تاریخی و جغرافیایی این مسیر همیشه از راه سوریه بوده است. سوریه منشأ ورودی انتقال پول و تسلیحات و تمامی چیزهایی بود که جمهوری اسلامی برای حزب الله در دهه‌های گذشته میفرستاده و میفرستاد. حالا که بیشتر حلقه فرماندهی و رهبری حزب الله از توی اسرائیل کشته شده و از بین رفته و بحث هم از پول نقدی که پیدا کردن مطرح شد، و با اینکه حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی برخی کشورها از جمله آمریکا قرار داره، آیا به اندازه کافی ابزار و حمایت در اختیار دارین که تغییر جدی در منطقه ایجاد کنه و جامعه مدنی رو با بقیه کشور متحد کنه؟ به نظرم به نقطه خواهیم رسید تا جمهوری لبنان را به آن شکلی که باید باشد بسازیم. تقویت نهادهای قانون اساسی و ارتش قدرتمند داشته باشیم. اگر واقعا خواستار ثبات در لبنان هستیم که همه کشورهای جهانی روی آن حساب کنند، بالاخره باید با حزب الله توافق کنیم، شاخه نظامی خود را کنار گذاشته و یک حزب سیاسی باشد که در چارچوب قانون اساسی و مانند همه گروه‌های سیاسی دیگر عمل کند، با این هدف که یک حزب سیاسی برای مردمش باشد. به چنین دستاوردی میتوان رسید و به نظرم در استراتژی و برنامه‌ریزی حزب الله در دراز مدت، این مناقشه اسرائیل با کشورهای عربی یا مناقشه اسرائیل با فلسطینی‌ها، خواهند فهمید همه کشورهای جهان به دنبال منافع خودشان هستند و آنها هم باید به فکر منافع لبنان باشند. به نظرم این بحث ایدئولوژی برای حزب الله چیزی است که در مقطعی باید به آن برسند. به نظرم برای آنها و برای برادران و خواهران در بخش شیعه لبنان این مفید است که یک حزب سیاسی داشته باشند که فعالیتش فقط سیاسی باشد و نه اینکه یک گروه نظامی باشد که کارش فقط جنگ افروزی است. به چنین روزی حتما خواهیم رسید، به ویژه در شرایطی که کل منطقه و دیگر کشورها بگویند این راه حرکت به پیش است. به نظرم دور از دسترس نیست و بهترین راه برای حفظ آنها، حفظ لبنان و حفظ جمهوری لبنان در چارچوب قانون اساسی و حفظ صلح در منطقه است. من نمیدونم تاثیر اون رو شما چطور دیدید، ولی پس از کشته شدن حسن نصرالله در شماری از جهان مانند لبنان یا سوریه دیدیم که مردم مشغول جشن و شادمانی بودن. ما همیشه در لبنان این را میگوییم که بحث متفاوتی وجود دارد. ما گروه‌هایی داریم که همواره مخالف حزب الله بودند و این یک دوراهی بزرگ هم برای کشور هم برای دولت است. یک سری گروه سیاسی مخالف حزب الله هستند و یک سری متحد حزب الله. آنهایی که در خیابان جشن و شادمانی می‌کردند از گروه‌های سیاسی مخالف حزب الله هستند. من خود به لحاظ شخصی و به عنوان یک وزیر مستقل نمیخواهم چیزهایی را شاهد باشیم که بقیه را به سخره بگیرد، به ویژه وقتی کسی مرده باشد. حالا هر کسی که میخواهد باشد و فارغ از گرایش دینی یا سیاسی، چون دست آخر درد و رنج متوجه تمامی کشور است و چون این صحنه‌های خصومت بیشتری ایجاد میکند که میتواند
به جنگ داخلی در لبنان منتهی شود. اگر یکی دیگری را مسخره کند و یکی برای مرگ رهبری مثل حسن نصرالله یا هر کسی دیگر شادی کند، ما باز هم از مردم می‌خواهیم احساسات خود را در چنین مواقعی کنترل کنند و به فکر اتحاد کشور باشند. چون هر چیزی که باعث خارج شدن شرایط شود، تنش بیشتری درون کشور ایجاد می‌کند و شاهد هستیم. درگیری‌های در نقاط مختلف لبنان در جریان است که ارتش لبنان سعی دارد آنها را کنترل کند. الان زمان مناسبی برای مسخره کردن در لبنان نیست. زمان مناسبی است که دردمندان را گرد هم آورده و بگوییم در این لحظه می‌دانیم چه روی داده و هیچ وقت این چیز بدی نیست که تصمیم خطا را تشخیص دهیم. پس بیایید با هم و کنار هم این کشور را ترمیم کنیم. چون جنگ بیشتر باعث از بین رفتن لبنان می شود و ما نیازی به این جنگ نداریم. به لحاظ اصولی سخنان شما رو درک میکنم، ولی فکر میکنم این واکنش مردم از سر ناامیدیه. ما این واکنش رو پس از کشته شدن رئیس جمهوری اسلامی در حادثه سقوط هلیکوپتر دیدیم که مردم شروع به ابراز شادمانی کردن. بله درست است، ولی وقتی کل منطقه در آتش است کمکی نمی کند. مانند این است که روی آتش روغن بریزید، به ویژه وقتی دنبال راه حل و روش صلح‌آمیز هستید. به ویژه برای کشور کوچکی چون لبنان باعث تنش بیشتر می شود و شرایط عوض می شود. چون وقتی چنین کاری کنید، هر حزب سیاسی که بخواهد به دنبال صلح و مسالمت باشد 10 قدم به عقب رانده می شود و می گوید من هنوز در قدرت هستم و شما من را مسخره می کنید، پس من هم هر کاری بخواهم می کنم. این چیزی است که باید از آن پرهیز کنید. بذاریم به بحث آمریکا بپردازیم. دولت قبلی آمریکا و دولت ترامپ دستاوردی مانند توافق ابراهیم در منطقه داشتن. آیا اگر همین مسیر ادامه پیدا کنه به نفع لبنان هست؟ صادقانه بگویم، من همواره از هر گونه اقدام صلح‌آمیز حمایت می‌کنم، به ویژه در منطقه‌ای در خاورمیانه که این همه سال و این همه هزینه داده و این همه زن و بچه که کاری به این درگیری‌ها نداشتند کشته شدند. من در این مقطع با هر گونه اقدام صلحی موافق هستم و از آن حمایت می‌کنم و به دنبال آن هستم. و تئوری توطئه‌هایی هم که میگوید حتما کسی خواسته دنبال چیزی خاصی باشد را کنار می‌گذارم. چون ما دیده ایم که مصر، اردن و دیگر کشورهای توافق ابراهیم مانند امارات متحده عربی و بحرین در صلح با اسرائیل هستند. مصر و اردن چند دهه است با اسرائیل در صلح هستند و نه به آنها حمله شده و نه تجاوزی به آنها شده. باید هوشمندانه تر به این قضیه نگاه کنیم و خطاهای گذشته را تکرار نکنیم. برای همین به ویژه برای لبنان که در 100 سال اخیر خود 75 سال آن را در درگیری گذرانده و هزینه درگیری اسرائیل و فلسطینی‌ها را داده، ما از حق فلسطینی‌ها در راه خود حمایت می‌کنیم، ولی لبنان 75 سال است هزینه می‌دهد. یعنی 3/4 تاریخ ما. زمان آن فرا رسیده که به صلح و آرامش برسیم و اجازه دهیم نسل جدیدی برای آینده‌ای بهتر شکل گیرد و این لبنان زیبا که همیشه از آن حرف زده می‌شود را به نقشه زیبای مدیترانه و خاورمیانه برگردانیم و تمامی درگیری‌ها و مناقشه‌ها را کنار بگذاریم. You've been very generous with your time. I really appreciate it. شما وقت خودتون رو سخاوتمندانه در اختیار ما گذاشتین. میخوام آخرین پرسش رو با شما مطرح کنم. در آمریکا فصل انتخاباته. برامون بگین در صورت پیروزی چه نامزد جمهوری خواه یا دموکرات چه تأثیری بر لبنان خواهد داشت؟ اگر بخواهم صادقانه بگویم، ما پیام‌های مثبت زیادی از جمهوری خواهان و دونالد ترامپ در مورد لبنان دیدیم. او همین چند روز پیش مصاحبه‌ای داشت و گفت به خاطر سابقه خانوادگی یکی از نوه‌های او که رگه لبنانی هم دارد، تعهدات مثبتی به لبنان ابراز کرده. برای ما به عنوان کشوری کوچک که تحت تاثیر سیاست خارجی آمریکا قرار داریم و خیلی چیزها در این همه سال در مورد لبنان و از زمانی که من به دنیا آمدم تصمیم گیری شده، ما خیلی پیام شنیده ایم. من هم از راه‌های سیاسی شنیدم که اگر دونالد ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کند، قول‌های مثبتی در مورد لبنان داده. در سوی دیگر و در مورد دموکرات‌ها، ما چیز زیادی در مورد لبنان از آنها نشنیدیم. دولت فعلی آمریکا را می‌بینیم که در حال تمرکز روی لبنان و پیدا کردن راهی برای کمک به لبنان هستند، ولی هنوز دستاوردهای زیادی نداشته‌ایم. این را شاهد هستید که هم در لبنان و هم در جامعه لبنانی خارج از کشور
بیشتر به سمت جمهوری خواهان می روند. به رغم نگرانی ها در مورد سیاست با کشورهای عربی و خاورمیانه، لبنان یک کشور خاص است. ما امیدواریم دموکرات ها بتوانند به لبنان ثابت کنند که می خواهند کمک کنند و موجبات آتش‌بس سریع را فراهم کنند. این تنها راه پیش از انتخابات آمریکاست که بتوانند کاری کنند لبنانی آمریکایی ها به آنها رأی بدهند و بگویند شاید دموکرات ها در آینده به ما کمک کنند. اگر چنین نشود، ناامیدی زیادی شکل می گیرد که چرا هنوز کاری برای لبنان نشده و چرا آتش بس برقرار نشده است. از شما خیلی سپاسگزارم. خیلی خرسند و خوشحال هستم که اینجا آمدید. باعث افتخار است. خیلی از شما سپاسگزارم. صدای آمریکاست.